میل تماشای جهان داری؟ وضو بگیر و از دروازه قرآن شیراز عبور کن. بیا و بیا تا به باغ جهان نما برسی. این باغ یکی از قدیمی ترین باغ‌ها در قسمت شمال شیراز و در نزدیک میدان حافظیه است که خاطرات آل اینجو و آل مظفر و تیمور گورکانی را در ذهن درختانش دارد. تیمور گورکانی چنان به این باغ علاقه داشت که دستور داد باغی شبیه به آن را در سمرقند زادگاه خود بسازند. صدای شعرهای حافظ نیز در چند قدمیش به گوش میرسد. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. کریم خان زند آنگاه که حاکم شیراز بود، دست و دلباز دست دستور برای ساخت عمارتی در وسط باغ بالا برد و دیواری دوران کشید و نامش را باغ وکیل گذاشت و بعدها به باغ جهان نما مشهور شد. کریم خان درختان بلند قامت را در چهار طرف عمارت به قیام واداشت تا دیگر یقین بهش بودنش به اما و اگر نرسد. من خودم را بالا می کشم تا از آسمان مزه زیبای این باغ را آنگونه که هست بچشم. این باغ حدود 8 هکتار است و دارای 3 حسن شورانگیز. در مسیر جوی آب قرار دارد با دیواری بلند محصور شده. عمارتی 8 ضلعی با 2 استخر در 2 طرفش و 4 شاهراه اصلی پهن که عاشقان خود را به عمارت رسانده‌اند. قسمت شاهنشین عمارت پنجره‌های چوبی داشته که در گذر زمان تسلیم پنجره‌های آهنی شده‌اند. از نقاشی و کاشی‌کاری به جز یک حوض مرمر در داخل عمارت خبری نیست. درختان سرو و کاج و نارنج و شمشاد و زیبایی رز 7 رنگ و گلهای داوودی در جای جای آن خیال هر بیننده‌ای را به سجده وامی دارد و ایمانش کامل می شود به آیه های طبیعت. بگذار احساست راحت باشد وقتی این سفره سبز تو را می خواند که نمای کامل جهان اینجا در باغ جهان نمای شیراز است. و اینجا مفهوم دلگشایی را زمانی میفهمی که به باغ دلگشا قدم بگذاری. باغی با وسعتی نزدیک به 6 هکتار که از یادگاران دوره ساسانی است. این باغ اگرچه در بخشی از دوره افشاریه با بیمهری پژمرده شد، اما کریم خان زند دست نوازش بر سرش کشید و چهرهش را شادمان کرد. محوریت با عمارت وسط باغ است که به صورت یک تالار با 4 شاهنشین از معماری کاخهای ساسانی بیشاپور الهام گرفته است. این عمارت 3 طبقه دارد با 2 ورودی از 2 طرف. ایوانی دارد با 2 ستون و مشرف به حوضی سنگی و مدیون معماران دوره زندیه. سقفی چوبی دارد و آینه کاری هایی همراه با نقش گل ها و بوته ها و شعرهایی از شوریده شیرازی به خط نستعلیق. در جنوب آرامگاه سعدی
در فصل بهار سربازان سبز پوش کاج و سرو و نارنج از چارسو نسیمی خنک به سوی امارت روانه می کنند که گهگاه نخل‌های بلند جلوی امارت نیز به شرط بلوغ نسیم با آن می رخصند. در کشاکش سنت و مدرنیته وقتی دلت گرفت به باغ دلگشا بیا، روی یکی از نیمکت‌های زیر درخت‌ها بنشین و سکوت و سبزی و تراوت را زمزمه کن.